برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظمى سید صادق شیرازی در شهر مزار شریف کشور افغانستان در ادامه فعالیت‌های خیریه خود به خانواده‌های اساتید و طلاب علوم دینی بسته معیشتی اهدا کرد. این اقدام به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان 1445 انجام شد و طی آن صدها بسته معیشتی به دست این خانواده ها رسید. اقدام مذکور در عمل به توصیه های آیت الله العظمى شیرازی و با همکاری مؤسسه خیریه جهانی اهل البیت علیهم السلام در کشور کویت صورت گرفت. کلید 30,700 خانه جدید با حضور آنلاین رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و آسیب دیدگان زلزله 6 فوریه سال گذشته تحویل داده شد. طبق گزارش ها در بیش از یک ماه گذشته بیش از 76,000 خانه مسکونی به زلزله زدگان در 11 شهر تحویل داده شده است. طبق گزارش ها در زلزله مرگبار ترکیه بیش از 400,000 ساختمان تخریب شدند. زمین لرزه پارسال در ترکیه جان بیش از 50,000 نفر را در 11 شهر ترکیه گرفت و میلیون ها نفر را بی خانمان کرد. پاکستان، بنگلادش و هند آلوده ترین کشورهای جهان در سال 2023 معرفی شدند. در این کشورها ذرات معلق حدود 15 برابر میزان توصیه شده سازمان جهانی بهداشت است. پارسال تنها استرالیا، نیوزلند، فنلاند، ایسلند و استونی استانداردهای این سازمان را رعایت کردند. این گزارش بر اساس داده‌های بیش از 30,000 ایستگاه سنجش هوای نصب شده در 130 کشور جمع‌آوری شده است. 39% کشورها که فاقد سیستم نظارت کیفیت هوا بودند در این فهرست نیامدند. چاد که در سال 2022 آلوده ترین کشور جهان بود از این فهرست بازمانده و ایران هم مشمول گزارش سال 2023 نشده است. برخی شهرهای افغانستان از جمله کابل به شدت آلودند، اما به دلیل فقدان سیستم کنترل هوا در گزارش ها منعکس نمی شود. منابع محلی در استان ننگرهار در شرق افغانستان می گویند که در پی انفجار مین باقی مانده از گذشته در این استان دو کودک 13 و 11 ساله چوپان جان باختند. سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در ننگرهار گفته که این رویداد عصر سه‌شنبه 29 اسفند در شهرستان نازیانه این استان رخ داده است. به گفته وی این حادثه زمانی رخ داده است که این دو کودک مشغول چراندن رمه گله‌شان در دامن کوه بودند. سه روز پیش هم یک کودک در پی انفجار سرگلوله هاوان در استان هرات جان باخته بود. گفتنی است که مین‌ها و مواد منفجر نشده از گذشته در افغانستان هر از گاهی از شهروندان این کشور به ویژه کودکان قربانی می‌گیرد.